تو سال 2171 این نرخر با چند نفر از افرادش رفته توی کازینو تا با کشتن متصدیاش تمام پولای توشو بدزده. اما یه دفعه یکی از طریق آسانسور میاد اونجا که باید بدونی که اسم این یارو اسپکه و اومده که خار اون آدما رو بذاره لاپای مامانشون. معلومه داری چه غلطی میکنی؟ اومدم شرط ببنده. اسپک با استفاده از توانایی که مو به کون خر سیخ می کند به جان آن دزدان مادر به خطا می افتد و چند تن از آنان را به گای سگ ره سپار می نماید. اما در همین حین همکار شیر سیاهش جت وارد اون خرتو خر می شود، ولی وقتی می بیند که یکی از آن دزدان با سایز 10X لارج با یک نوع اسلحه خاص به سمتشون شلیک می کنه می رینه تو خوده. گوش کن رفیق، این تو نمیشه با اون تیر اندازی کنی. می تونی منطقی با هم صحبت کنی. شروع نگاه کن. سگ ریشه پدر تکنولوژی را بخشکاند، چرا که کازینوی مورد بحث ما در یک سفینه فضایی قرار دارد و به خاطر سوراخی که تو دیواره اش ایجاد شده تمام محتویات داخلش را به بیرون می کشد. ولی جف سیاه چرده با کشیدن یه شیر خر سپر دفاعی سفینه رو فعال می کنه و باعث می شه از این شرایط سگی نجات پیدا کنه. تو کی هستی؟ مخلص شما یه جایزه بگیر ساده. اونا بعدش یکی از دزدای خارپستر رو با سفینهشون میبرن به سمت مریخ تا بدنش تحویل و جایزهشون رو بگیرن و پولش رو بزنن تو رگای کثیفشون. همزمان از اون طرف فیلم به ما یه زوج جوان به نامهای آستیموف و کاترینا رو نشون میده که میرن توی بار، چون آستیموف میخواد با یکی اون پشت‌مشت‌ها معامله کنه و به خاطر همین کاترینا در حالی که بار داره میشینه که یه نوشیدنی بخوره. بعدش طرف معامله آستیموف ازش میخواد که برای اثبات فیک نبودن جنس که میبینیم یه جور ماده قرمز انرژیزاز اونو به خودش تزریق کنه و اونم خرخر این کارو انجام میده. در همین میان ناگهان چند مرد لباس سیاه به آنجا وارد می شوند تا دهن آستیموف را بگایند، چرا که او آن موادها را از سندیکای ایشان دزدیده. اما تر می زنند وسط ماموریتشون، چون اون دارو بد جوری آستیموف را قوی کرده و می زنه اون لاشیزاده ها را سکش می کنه. بله، میبینیم که همزمان جت و اسپک اون دزده رو تحویل میدن تا جایزشو بگیرن. اما خب میفهمن که ریدن و آبم قطعه، چون اونا باعث آسیب به اون کازینو شدن و باید هزینه های تعمیرش رو از دستمزدشون کم کنن. پولش خوب بود؟ کابایلن. همان شب جت به اسپک خبر میدهد که یک سفارش جدید گرفته است، ولی اسپک میگوید من دیگر ادامه نمیدهم چون نامزد کسی که باید بکشیمش باردار است. جت هم میگوید کسکش، من به پول این کار نیاز دارم، پس گه نخور و راه بیفت. حالت بهتر شد؟ به این مدیونی اسپک. خیلی خوب. باید خدمت شما بینندگان عزیز فیلمینو عرض کنم که آن دو نفر بلافاصله به سیاره زمین می آیند تا رد آستیموف و زنش کاترینا را بگیرند و بعد کلی تحقیقات می رسند در یه درمانگاه که آستیموف داره توش زخمای گلوله هاشو درمان می کنه. طولی نمی کشه که اسپک کاترینا رو می بینه و میره پیشش و بهش میگه تو به این خوشگلی توی این کثافت خونه چی کار می کنی؟ اونم میگه من وقتی بچه بودم توی مریخ زندگی می کردم، ولی خب قسمت منو به اینجا آورد. اینجا به نظر میاد که کاترینا اسپک رو یاد عشق سابقش میندازه، ولی تو همین لحظه یه دختر خوشگل چیز شق کن به نام فایا اسلحه رو میذاره رو کله اسپک، چون بابای کاترینا استخدامش کرده که برش گردونه. ولی خب اسپک باهاش درگیر میشه و باعث میشه که آستینوف متوجه خطر بشه. چرا اینطوری کردی روانی؟ چطوره به تو شلیک کنم؟ لعنتی،
آن دو مرد آن زیبای کونسفید را مثل سگ میندازن تو دستشویی که بو انش آدم رو روانی میکنه و بعد دوتایی با هم میرن که آستینوف رو پیدا کنن چون میدونن اونا قراره برن مریخ. اما بعد رفتنشون فایا خانم به راحتی از اون توالت کثیف میاد بیرون و ردشون رو میزنه. اندکی بعد آستینوف و کاترینا به یک فرودگاه میرسن اما خلبان به آنها میگوید فرودگاه تعطیل است. آستینوف هم میگوید کوسگش میری کنار یا بکنمه سوراخ سوراخ. در همین حین ناگهان جت و اسپک به آنجا می آیند و اسپک به آستینوف پیشنهاد می دهد که چون دیر یا زود خودش به گای سگ خواهد رفت زنش را به او بسپارد. اما آستینوف می گوید بیا بخورش کش. پس از این سخنان گرانبهای آستینوف افراد سندیکا به آنجا می رسند و به طرفشان تیراندازی می کنند و به شکم کاترینا نیز گلوله می زنند. لکن مشخص می شود که حاملگی کاترینا فیک بوده و زیر شکمش داشته از اون دارو قرمزا مخفی می کرده. ممکنه تا مردی آسیموف باید فرار کنیم بلنش. بعد از یه درگیری طولانی آستینوف به شدت زخمی میشه و زنش کاترینا با یه هواپیما میبرتش سمت مریخ. اما اسپک هم فوراً دنبالشون میره ولی بین راه کاترینا قبل از خروج از مرز فضایی زمین میفهمه که آستینوف مرده. تا همین لحظه اسپک میاد کنارشون و با بیسیمش از کاترینا میخواد که برگرده. اما کاترینا با اینکه میدونه که نگهبانای دروازه به زودی بهش شلیک میکنن گازشو میگیره و میره سمتشون و خودشو به کشتن میده. و اینجا اسپک یاد عشق سابقش میفته که میبینیم توی پشتش یه گل خالکوبی شده داشته. آخر داستان هم میبینیم که یکی از افراد سندیکا که زنده مونده میره به رئیسش میگه یکی به نام اسپک افرادمونو کشت. که خب اینجا چون رئیسش فکر میکرده که قبلا اسپک مرده به خاطر شنیدن خبر زنده بودنش گردن اون یارو رو میبره و میره واسه عشقش یه سیگار رو روشن میکنه. که خب اینجا ما میبینیم که اون زن توی پشتش یه گل خالکوبی شده داره و احتمالاً همون عشق سابق اسپکه. اسم این سریال رو پایین صفحه براتون نوشتیم و تا اینجایی که براتون تعریف کردیم فقط قسمت اولش بود. لایک و سابسکرایب یادتون نره. خدافظ.